آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در شام قریبان سال 1446 هجری قمری در اجتماع عزاداران حسینی فرمودند هر ساله سال روز آشورا یکی پس از دیگری سپری می شود و به فرموده حضرت امام رضا علیه السلام ماجرای کربلا تا روز قیامت ادامه دارد معظم الله در ادامه فرمودند قیامت هر شخصی فاصله پس از مرگ او شروع می شود اما روز انقضا پس از عالم برزخ و همان روزی است که خدای متعال در قرآن فرموده است مقدار آن پنجاه هزار سال است و به فرموده امام رضا امام حسین علیه السلام تا روز قیامت اهل بیت علیه السلام را داغدار کرده است ایشان با تاکید بر اینکه مصیبت شهادت تمام اهل بیت علیه السلام بسیار سنگین است فرمودند اما حضرت امام رضا علیه السلام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را مایه ازادار شدن خاندان رسالت علیه مسلم تا روز قیامت معرفی کردند آیت الله عزمان شیرازی با اشاره به این نکته که ماجرای کربلا تمام شدنی نیست فرمودند پس از قیامت هم ماجرای کربلا در بهشت نیز ادامه خواهد یافت همان گونه که در زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده که هورالعین به خود لطمه وارد کردند و این فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام از خصائص امام حسین علیه السلام است معظم الله با اشاره به اینکه تمام کسانی که در مقابل حضرت امام حسین علیه السلام قرار میگیرند تمام شدنی هستند فرمودند اما ماجرای آن حضرت تمام شدنی نیست حدود سی سال قبل ادعی به وسیله تانک گنبد حرم امام حسین علیه السلام را تخریب کردند و جنایت های دیگری کردند اما امروز آنان کجا هستند و به چه سرنوشتی دچار شدند آنکه پایانی ندارد امام حسین علیه است ایشان در ادامه فرمودند امروزه جریانی با عظمت تر و دامن گسترده تر از جریان امام حسین علیه السلام نیست و این در حالی است که تنها بنی امیه هفده بار مزار مت متحر آن حضرت علیه السلام را تخریب کردند و زائران آن را به شهادت می‌رساندند و حبس می‌کردند اینان در کجای تاریخ قرار گرفتند آیت الله شیرازی در پایان فرمودند از همکنون برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن زیارت اربعین امسال تلاش کنید و همچنین از مقامات عراقی خواستند تا ویزای زیارت اربعین را مجانی کنند